پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر همراه ما هستن. خانم بنی هاشمی، به نظر میاد که تمام حکومت از خامنه ای تا وزارت کشور، نیروهای امنیتی و امام جمعه ها تمام قد برای مقابله با زنانی که زیر بار حجاب اجباری نمیرن به میدون اومدن. ارزیابی شما چه هستش؟ درود. فکر میکنم باید اینو اول از همه بهش نگاه بکنیم که در این حال ما با دو دسته در واقع اتفاقات در ایران روبرو هستیم. با دسته ای که میخوان بسیار سختگیر باشن و در واقع تمام تلاششون رو میکنن که مسئله حجاب رو در صدر اخبار قرار بدن، در صدر اقدامات حکومتی قرار بدن و این رو مطالبه میکنن، بارها در موردش صحبت میکنن. و با دسته دیگه روبرو هست هستیم که همین مطالبات رو پشت پرده مطالبه میکنن، اما در تظاهر و در ظاهر اینطور میخوان نشون بدن که در حقیقت ممکنه با بخشی از این اقدامات موافق باشن و با بخش دیگری موافق نباشن. در هر صورت اون چیزی که باید الان بهش باور داشته باشیم اینه که فرقی نمیکنه که بسیاری از افرادی که در هسته نظام هستن و در واقع بارها و بارها نسبت به مسئله حجاب صحبتهایی کردن، صحبتهایی تندی داشتن، اینکه در ظاهر یا در باطن چه رفتاری نشون بدن تفاوتی نمیکنه، برای اینکه ما داریم میبینیم که با یک وضعیت ناهنجاری در سطح جامعه روبرو هستیم مجددن، که در حالی که به اصطلاح التهابات مسئله جنگ و هر حال چند روزی هستش که در ایران ورد زبون همه هست، مسئله افزایش نرخ بنزین رو داشتیم، مسئله افزایش نرخ ارز رو داشتیم، در این حالت ها به اصطلاح این زد و خورد ها با مردم داره اتفاق میفته و هیچ کدوم از این افراد در واقع تظاهر به این نکردن یا اقدام به این نکردن که بخوان جلوی این گونه حملات به زنان رو بگیرن. بنابراین نشون میده که هر آن چیزی که پشت این منویات مونده تلاش داره برای اینکه نه تنها زنان، نکته این هستش که تمام مردم رو به نوعی در واقع در یک التهاب مجددی فرو ببره. خانم بنی هاشمی، در این نبردی که در اون زنان هدف اصلی و مشخص آزار سیستماتیک قرار گرفتن، به نظر شما چه انتظاری باید از مردان جامعه داشت؟ اونها چه نقشی میتونن در حمایت از زنان ایفا کنن؟ شما نکته خیلی خوبی رو اشاره کردیم. منم در انتهای صحبت بخش اولم دقیقا میخوام صحبت بکنم که ما داریم هشتک در واقع سرکوب زنان رو داریم میبینیم، جنگ علیه زنان رو داریم میبینیم، اما در حقیقت به نظر من این هشتک علیه اکثریتی هستش که با هسته حکومت و هسته اصلی و اقلیت نظام همسو نیستن. بنابراین به این دلیل که خانواده ها متشکل از دختران و همسران و مادران هستن، به نوعی میتونیم بگیم که نمیتونیم بگیم که مردان هم از این نوع سرکوب کاملا بدورن، چنانکه در شبکه‌های اجتماعی بارها کسانی اومدن نوشتن که امروز درگیر شدیم با نیروی انتظامی در حالتی که همسر من رو به خاطر بی‌حجابی به سلام می‌خواستن بازداشت کنن یا ماشین رو توقیف کنن. شخص دیگه اومده و نوشته دقیقاً عین همین اتفاق برای من افتاده، برای دختر من افتاده. بنابراین ببینید این رو اول از همه مشخص بکنیم که چون این زن و مرد نداره و به نوعی درسته که حمله نوک پیکان حمله زنان رو نشانه گرفته، اما مردان هم در واقع در کنار نیستن و آسایش ندارن از این اتفاقاتی که داره میفته. حالا به نظر میرسه که خیلی از مردان، همونطور که صداهایی که خودتون هم پخش کردین که به اصطلاح نظرات بینندگان بود، به نظر میرسه که مردان هم از این وضعیت خسته شدن، برای اینکه به هر حال واقعیت‌های جامعه داره نشون میده داره چه اتفاقاتی میفته. و من فکر میکنم که مسئله حجاب امروز فقط یک بهانه هستش برای یک سرکوب همگانی. بله، سپاس از شما پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو که از همین شهر ما را همراهی کردید.